یکی از صوفی های خرافی هستند که نه صوفی هستند و نه معرفت هم شناسند، اصل دکاندار هستند، دکاندار سیشون پیسه خود پیدا میکنند. و متاسفانه که این قشر بسیار زیاد است، این زیاد است. یک تصوف راستی است. در تصوف راستی اول پیش از اینکه برد بگه بچه ایم 500 دفعه لا اله الا الله بگو، میگه بیا اول علم بی، اول شناخت سعی کن، اول عقیده را سعی کن، فکر را سعی کن، اعمال را سعی کن. او را به نام پیر ارشاد در معارف اسلامی شناخته می شود. یکی پیر طریقت است، یکی پیر ارشاد است. در افغانستان پیر ارشادی درکش نیست. صحیح شد؟ کلگی علم این کار را بکن. ارشاد اول داده می شود. عقل جور می کنه، فکر جور می کنه، اعمال جور می کنه. بعد از او باز می خیزه بگی کار را بکن. ای تغییر می آید. پس در ارشاد اول ارشاد چی است؟ نگه بشین درس بخوان، علم بگیر، آگاهانه انتخاب بکن، چشمت پت نکن، گوشت خلاص بکن، پنبه نمون. باید بفهم تو هم انسان هستی و او پروفیسر هم انسان است. او پروفیسر وقت داد تغییر در زندگی شما، تو وقت ندادی. تو تغییر وقت بده که چطور تغییر در تو نمیاد. تو وقت بده چطور عالم نمیشی. تو وقت بده چطور تغییر در زندگی معرفتت نمیاد. پس عزیزم اولین اقدام چی است برای تغییر؟ خواندن، مجالس علم، این ضرور است. رسول ما صلی الله علیه و سلم از این خاطر ترجمه داد. داخل مسجد می شود، یک گروه پوجا در کنشش است، ذکر میکنه، عبادت میکنه، یک گروه دیگه تششت مثل شما واری گوش می دهد، گفت علم است. پیغمبر علیه السلام آمد در مجلسی که در علم بود، او را ترجیح داد، در او نشست. در تغییر به واسطه علم است. ما اگر هرگاه عالمانه قضیه را درک بکنیم، ما به محبت میرسانیم و در حقیقت اختیار کردیم. دقیق شده؟ اختیار کردیم. خب حالا ببینیم که قرآن کریم به این علم به چی شکل میبیند. قرآن به چی شکل میبینه براش؟ در یک جا اولین آیه بر قلب رسول ما صلی الله علیه و سلم در مورد علم است. اقرأ بسم ربک الذی خلق. دوم و تعبیر استفهام انکاری تعبیر می کند. استفهام انکاری او کلمه ای است، او جمله ای است که جواب در خود کلمه است. جواب ده. یک سوال ولی مطرح است و جوابم پس میگه در خود کلمه است. هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون؟ آیا آنانی که میدانند و آنانی که نمیدانند برابرند؟ همین جمله میگه خودش جواب میده که برابر نیست. پس که برابر نیست چرا عالم نمیشی؟ خودت هم میگه برابر نیست، پس چرا زانو نمیزنی؟ کارا باید بکنی. قرآن کریم ارشاد میفرماید یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم الدرجات. مسلمان بلند است. چرا؟ شناختش بلند است. ولی در بین مسلمان ها علما جایگاه بلند داره. چرا؟ علم داره. رسول ما صلی الله علیه و سلم محبوب ترین انسان به الله متعال است. الله او را دوست داره و ای الله را دوست داره. شما که کسی را زیاد دوست داشته باشین و توانایی بهترین رهنما هم شما باشین، برای دوستان آیا چیزی را پوت میکنین؟ نمیکنین. او را حتما برش نشان میدین. و پیغمبر ما علیه السلام انسان بود، انسان بود، خانم داشت، اولاد داشت، خفه میشد، خوشحال میشد، مریض میشد، صحتیاب بود، کل چیزی که ما شما عوارض داریم داشت. مثل ما شما واری بسیار چیزا را میخواست داشته باشد، بسیار چیزا ضرورت داشت، و در حالی که مالک الملک او را دوست داشت، پس اما چیزی که از دنیا میخواد به او داده میتونست. پیغمبر علیه السلام یک توجیه میکنه که ای محمد، تو میفهمی که بسیار چیزا را ضرورت داری، ولی آنچه که بسیار ضرورت داری او علم است. آنچه که بسیار ضرورت داری او علم است. بناهن و قر ربی زدنی علمن. بگو پروردگار علم مرا زیاد بکن.
عجیب نیست دیگه آیت یکی چوین و قر رب زدنی علما پروردگار علم مرا زیاد بکن. اگر علم داشتی به دنیا حاکمیت میکنی، صحیح شد؟ اگر علم داشتی ای کل هست بودی که در دنیا شما میبینین ای کلش در خدمت تو میشود. اگر علم نداشتی پس دیگه باز تو مزدور هستی، مزدوری کرده بود دیگه. و قر رب زدنی علم، بگو پروردگار علم مرا زیاد بکن. باز در قرآن کریم وقتی که متوجه شوین امی کلمه قل خودش تأکید است. اگر نیتو میگه رب زدنی علمان، بل میگه وقر رب زدنی علمان، بگو پروردگار علم مرا زیاد بکن.